سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام همچه کوکتل تیوی و امروز اومدیم با یه رپ حواشی دیگه و میخواییم بررسی کنیم حواشی این چند روز اخیر رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه که حتما کانال کوکتل تیوی رو سابسکرایب کنید اگه از ویدیو خوشتون اومد، حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید اگه از ویدیو خوشتون نیومد، حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. چنل دومون هم هست توی دیسکریپشن، اون تو موضوعات دیگه ای رو داریم که فان و این داستاناست. اونجا رو اگه دلتون خواست برید و سابسکرایب کنید. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. خب اول از همه پارسالی با یه سری استوری و حواشی این چند وقته یه تیکه انداخت و گفتش خوب شد آقا ما اومدیم یه دیسی دادیم، حالا همه شروع کردن دیس بازی. اما خب اینجوری نبود. اگه دقت کنیم الان یه 4-5 ماهی هست که خیلی داره دیس میاد توی رپ فارسی و خب از زمان کی بود دقیقا لال و دیگه تابلو شده و این داستان ها و همچنین دیسترک زد بازی کلی دیسترک داشتیم تو این چند وقته و حرفی بود که به هر حال پارسالی بزن. استوریاشو میبینیم. آقا دقت کردین تا ما شروع کردیم به دیس دادن و ترک گنگ دادن و اینا، کل رپ فارس همه با هم ریختن و به هم دیگه دارن خوش میدن و با هم دیگه فایت میکنن و بالاخره من وقتی یه موجی رو میدم همه اونو میگیرن. حالا چه قدیم اسپاتیفای بود موجشو من دادم، چه الان هم که دیگه فاز گنگ و دیس دادن و اینا رو دوباره من انداختم. منتظر موج بعدی باشید، یه موج سنگین سمی میخوام بدم دوباره. ملکه با دو تا استوری تیکه رو به خشارستار انداخت و گفتش که چرا از اونم اسکی میری. حالا داستان چیه؟ دو سال پیش هم ملکه آهنگی به اسم حولو داده بود که دیسی به تتلو بود. خشی اس آر خدا وکیلی کارت خیلی زایه است. خب الان رفتی مثلا یه موزیک دادی به اسم حولو، کاری که من دو سال پیش کردم، انی که من دو سال پیش ریدم الان تو داری میخوری؟ نکنه این کارو زشته بابا، اصلا مثلا آرتیست بودنت بده. این هفته بچه های وانتونز با امیر تتلو چند بار استوری باشن که آقا رفتیم فوتبال و فلان و این داستان ها. بعد امیر تتلو خیلی تعریف کرد از بچه های وانتونز توی تلگرامش، گفت خیلی بچه های با ادب میگن و با حال این داستان ها و یه جوری یه استوری گذاشت کوروش که به نظر میاد یه فیتی هست بین وانتونز و امیر تتلو. حالا باید ببینیم داستان چجوری پیش میره. بیگرز با یه استوری حمایت کرد از آهنگی که داشتن کامیار و رضا پیشرو با هم به اسم پاشو و گفتش که به هر حال کار خوبی بود، حالا نمیدونم مردم چی میگن این داستان ها، و به هر حال حمایت کرد از این آهنگ و همین دیگه حمایت کرد. بعد از اینکه دیسوک امیر تتلو به اسم جوجه هنری اومد، خب همونجوری که میدونید خشارستار دیسش کرده بود تو ترک حولی و یه جوابی داد بهش توی یه به هر حال موزیکی به اسم جوجه هنری امیر تتلو و گفتش توی تلگرامش که آقا ما اینو چند ساعته نوشتیم رکورد زدیم و اینا. سوال که منیجر به هر حال خشارسار هست و آهنگساز هم هست، آهنگساز همون به هر حال بیت حولو هم بوده، اومد یه استوری گذاشت نمیش چند ساعت من و رفیقام مثلا توی مثلا یه من رفیق دارم توی یه دقیقه میرینه و خب تیکن داخت و اینجوری گفتش که یعنی اصلا موزیک امیر تتلو باحال نبوده. خب اما توی درگیری هایی که داشتن خشارسار و امیر تتلو، پای دو نفر یعنی نادر کوهستانی و امیر دیوان وسط بود که امیر تتلو میگفت تو از اینا آهنگسازی گرفتی یاد گرفتی و خشار میگفت کجا این داستان. امیر دیوان اومد یه استوری گذاشت و تیکای رو انداخت به به حال خشار اس آر و اونو کچلیتی اسم گذاشت و کچلیک یا کچلیتی هم سری اسم گذاشت و تیکش رو انداخت نادر کوهستانی هم اونو دوباره استوری کرد. صادق با یه توییت اعلام کرد که سه تا از ترک‌های مجموعه پرسپکتیو که به نظر میاد آلبوم جدیدش هست تموم شده و بعد منتظر حالا بقیه داستانش و پخش آلبومش هم باشه. خب بعد از اینکه به هر حال دیسترکی رو داد امیر تتلو و اون تو خب خیلی دیسترک حاشیه‌ای بود و خب خیلی روش نقد بود، از جمله نقد من این بود که آقا این دیس نیست. حالا بعضی اومدن خیلی تیکا میگفتن و این داستانا که آقا تو رپ حد و مرز نره. آره آقا رپ حد و مرز نداره و ما نمیگیم سانسور، تو رپ همه چی هست.
از مصرف مواد میتونه باشه تا هزار تا موضوع دیگه. به قول سینا سایی، رپ مبتنی به اصل سلیقه است، یعنی موضوعاتش برمیگرده به بحث شخصیت، پس هیچ جای محدودیت اونجوری نداریم. اما رپ چیه؟ خب اصل اصلا که رپ چیه؟ آقا رپ باید رایم و ریتم داشته باشه. وقتی موزیکی ریتم نداره، حالا ریتم اکثرا دارن، یعنی رایم نداره، موزیکی که رایم نداره، رپی که رایم نداره، رپ نیست، انشاه. میدونی آقا خب من مثلا مثل میمونه بیام جلو دوربین مثلا میگم بی ادب بی ادب تو خیلی بی ادبی فلان فلان شده بی پدر بی ام. خب که چی؟ رایم نره. ولی حالا شما میای رایم میدی، مثلا میگی که چه میدونم طرف میاد با اون فوشا رایم مثلا درست میکنه، همونطور که تو رپ آمریکا میکنن. حالا بماند که فرنگ اونها چقدر فرق داره، حالا چقدر منظور و فرق داره. حالا یکی دیگه میاد آقا رایم میذاره قاطیش، مثلا میگه که تیپ درپی مپی، ولی خب پاپ خونی مشی، ما رو اینطوری نمیم، ما ورتو دیگه چیم کشیم هر که بالا خواه. یعنی اینجوری میای و رای میگی میشه رپ. حالا میتونی خلاق باشی، اخلی داستانه استفاده کنی و این بحث این بود. حالا بماند، خیلی اومدن بعد از این یه سری استوری گذاشتن، از جمله شایعه که همچین استوری گذاشت و گفتش که آقا چیز کنید این کتابو بخونید، بی شوری خیلی خوبه و اینا، که حالا اینم یه داستانی پشتشه. و به هر حال تیکای خوش رو تو قالب این استوری انداخت. و بعد از اون بهراد کاسه اومد یه استوری گذاشت و گفت به مادر خودت فوش میدی بده، اما بقیه غیرت دارن و نمیتونی به بقیه فوش بدی. بعد رفت فاینش گفت مراقب جونت باش، این خدی نشون دیگه نمیدونم تگزاس نیست اینجا، حالا اونجا که همه میدونیم اینجا تگزاس نیست، و این فازای عجیب غریب بهتری که نباشه. سرتو میزنم و به قول رضا پیشرو تو یه دیسترکش میگفت سرتو میزنم و تحتو میزنم و اینا، یکم واقعی باشیم بهتره. و در نهایت فرید هم یه استوری گذاشت و به هر حال گفتش که مادر مقدسه و از این حرفا، و به هر حال اعتراض خودشو به آهنگ امیر تتلو نشون داد. و اما یه داستان جالبی که بود، MSN که به هر حال یک بیت سازی هست یا آهنگساز خوبه، یکی از آهنگسازهای خوبه رپ فارسی هست که مدت‌ها با شای کار می‌کرد، در واکنش به استوری شای اومد که گفتش که آقا تو بیا این کتابی که از من گرفتی و پس بده، 5 ساله 10 ساله گرفتی، بعد بیا از این داستانا و حرف بزن. بعدم چند تا استوری باش که من دنبال حاشیه نیستم، و خب استوری‌ها رو دارید می‌بینید، من دنبال حاشیه نیستم، اما بحثی بود که می‌خواستم بگم. بعدش هم گفتش که آقا من توی 20 سالگی ترک کرمو تو 20 دقیقه زدم و به هر حال اینجوری اعلام کرد. خب مثلا راست میگه، حق داره، کارش خوبه. حالا این وسط چی بوده؟ کتاب مال حسین بوده؟ چی بوده؟ داستان ما نمیدونیم، ولی به هر حال یه همچین اتفاقی بینشون افتاد. خب اما بعد از فری استایلی که داشت دانیال به اسم گیوتین، امیر تتلو خیلی عصبانی شد، خیلی حرفا رو زد، با رپ فارسی درگیر شد که چرا اینو پخش کردین، و به اونا هم فحش داد، گفتش آقا اینا رو دیگه من جایی نبینم و از این حرفا. و یه جوری به نظر میاد که قطع همکاری کردن با رپ فارسی. خبر از این داد که آقا ما میخوایم کمپانی خودمون رو داشته باشیم، تتل سایت و همه کارا با خودمون، این حرفا. و به دانیال یه سری حرفا رو زد، به دانیال خیلی ایرادها گرفت، گفتش که آقا مگه جمهوری اسلامی می حرفا رو میزنی؟ چرا دافازی میکنی؟ چرا طرفدارت اینا؟ و خب اینو خیلی جهاد میشه برداشت کرد، خیلی حرفا میشه روش زد که ما بهتره به این چیز نکنیم، چون هر چی بگیم یه چیز تش در میاد و این دیگه خودتون بعد ببینید چیه داستان. و بعد از این دانیال اومد یه استوری بلند بالا گذاشت و یه جوابیه‌ای رو داد به امیر تتلو، و هم توش احترام گذاشت به امیر تتلو، هم نقدش کرد، و در آخر هم گفتش که کاش اون امیر قدیمی رو داشته باشیم. اما تس یه توییت گذاشت خیلی قابل توجه بود، با هم میخونیمش. نوشت مخاطب احمق کسی که هنوز این آفتاب پرستا رو دنبال میکنه، طرف کل دارا نداره خود و تیمش رو از سایت شرط بندی گرفته، حالا چه تبلیغ کرده، چه مجموعه های گروهی ضعیف که با پول شرط بندی تولید شده شرکت کرده، الان چون همه قضیه رو فهمیدن بت بد شده و کسانی که تبلیغ میکنن توسط این دزدها متهم میشن. خب این توییت تست بود که به نظر میاد تیکایی رو داره میندازه به جعفری از دید من و شاید خیلی دیگه. جعفری یه مدت که خب منیجر شایع بود و اینا، براش اسپانسر بت میگرفت و اسپانسر بت داشتن این داستانو، بعدش گفتن آقا ما اشتباه کردیم و دیگه تبلیغ نمی کنیم. و الان هم هر چی میشه ما دیدیم تو استوریاش که میاد میگه پول زر تبلیغ سایت، هنر مستقل نیست، هنر مستقل اون نیست، و اینجوری تیکه میندازه به خیلیا. و خب منم این نقد داشتم بهش، آقا اون موقع که شما اشتباه کردید اشتباه بود، الان اونا اشتباه نمیکنن، میتونه بگی طرف داره اشتباه میکنه، اینکه متهمش کنی. یا زمان شما اشتباه میکردی الان فهمیدی، اونا شاید هنوز تو اشتباه نفهمیدن. و این داستانا اینجوری که بگی هر کی که اسپانسر فلان داره مثلا هنر مستقل نیست اینا غلطه،
و حالا بستگی داره دیگه، حالا تو این بحثا نریم ولش کنیم چون این هر چی بری تاش چیزی در. و خلاصه این بود از حواشی این چند روز اخیر و داستانایی که بود. و خب یه داستانایی را ما داشتیم، یه نقدی داشتیم به امیر تتلو و دمتون گرم، خیلی حمایت کردید، بیشتر از 3000 تا کامنت گرفتیم و تو این 3000 تا کامنت درصد خیلی کمیش فوش بود، شاید 20%، و خیلی حمایت کردید، خیلی انرژی دادید، خیلی حال دادید و همچنین بقیه بچهای یوتیوبر دیگه توی زمینه رپ فارسی، دمشون گرم، دم همه مخاطبا گرم. و تو این به هر حال حرفایی که ما داشتیم، من دیدم که یه سری به هر حال تتلیتیای دیگه هم هستن که چقدر باحال و چقدر باشور و همین نظر منو داشتن، با اینکه به شدت طرفدار تتلی بودن و بعضیاشون هم مخالف بودن، خیلی باحال به هر حال نقدشون رو گفتن و این جالب بود. و خب این داره نشون میده یه درصد کمی هستن توی طرفدارای تتلی بود که دارن کل طرفدارای تتلی رو هم خراب میکنن، میگن تر خوش با هم میسوزه. و این داستان صحبتی که هست، یه بحثی هست که من چند وقت فکر کنم 4 ماه پیش اولین بار گفتم و دارم میبینم که الان داره تو رپ فارسی همه گیر میشه و خیلی جالب و باحاله، خیلی حال میکنم وقتی میبینم یه اتفاق افتاده. اونم چی بود؟ حرفی که گفتم آقا اگه با یه آرتیست، اگه با یه چنل، هر چیزی، کسی که محتوا تولید میکنه حال نمیکنی، به جای اینکه یعنی با اون حال نمیکنی و با رفیقش حال میکنی، به جای اینکه بری به اون هیت بدی، بری انرژی منفی بدی، برو حمایت کن و انرژی بذار و حمایت کن کسی که دوستش داری. هیت کردن و انرژی منفی دادن برمیگره به خود آدم، هیچی نداره، حالا اونو بد میکنه، حالا خودت بد میشه، یه فوشی میدی یکی دیگه میاد به تو فوش میده، تموم میشه میره، یعنی انرژی منفی میاد و اینجوری. ولی آقا چرا باید یکی هیت کنه؟ حال نمیکنی، خدافظ، اصلا چنلش دیگه با نکن، خدافظ، برو حتی آرتیستا پیجش دیگه با نکن، برو به اون یکی که حال میکنه باشه انرژی بده، اونو بکش بالا، نه اینکه اون یکی رو بکشی پایین. ما نباید رقیبامونو بکشیم پایین، ما نباید اینکه بعدمون میاد بکشیم پایین، اونایی که دوست داریم رو باید ببریم بالا. اوکی، و خوشحالم که میبینم این داره جا میفته و خیلی از رپ کنه الان چند تاشون میبینم دارن اینو پیشو گرفتن و اینم دارن تبلیغ میکنن توی به هر حال استوری هاشون میگن و این باید که جا بیفته و خیلی جالب میشه. و همین دیگه، امیدواریم که به هر حال داستانه جوری پیش بره که ما از این داستانه نداشته باشیم. و عذرخواهی میکنم اگه من بی احترامی برداشت کرد کسی، من کاملا منطقی حرف زدم، اگه بی احترامی بود حرفام عذرخواهی میکنم اگه برداشت کردید، و در نهایت من مسئول حرفی که هستم، حرفی هستم که خودم میزنم به قول تو پاک، نه چیزی که بقیه برداشت میکنم. پس قبل از هر قضاوتی اینو مد نظرتون باشه. دمتون گرم، مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بم باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.